مستقیم بریم به مرکز لندن و محل برگزاری دور دوم دادگاه بین المللی مردمی آبان. همکارم طناز خامه در محل هست. طناز، دادگاه امروز شروع شده، از برنامه امروز دادگاه برامون بگو. بله آزاده، من در محل برگزاری دومین دوره دادگاه بین المللی مردم در مردمی آبان در مرکز لندن هستم. همونطور که گفتی دادگاه امروز ساعت 9 به وقت لندن آغاز به کار کرد، تا 3 بعد از او قرار ادامه داشته باشه. و اینطور که من برنامه دادگاه رو میبینم، 6 نفر قراره که شهادت بدن. خب شهادت نفر اول و دوم و سوم رو شنیدیم، شهادت نفر سوم همچنان ادامه داره. اما قبل از اینکه به شهادت ها بپردازم، فقط بگم که فضای دادگاه با فضای سری اول دادگاه بسیار متفاوته، به خاطر اینکه این دادگاه غیر علنیه. قضات این سری اینجا حضور ندارن، بلکه از طریق آنلاین شهادت ها رو میشنون و فقط 2 نفر از هیئت دادستانی، آقای حمید صعبی و همینطور همکارشون رجینا پاولوس، اینجا هستن و دارند هماهنگ میکنن و به شاهدین گوش میکنن. و از طرف دیگه فقط شاهدها هستن، که شاهدها هم از 6 نفرشون امروز 5 نفر آنلاینه و 1 نفر حضوری بود. اما اگه بخوام جزئیات بیشتری بگم در رابطه با اینکه دادگاه چطور شروع شد، رئیس هیئت قضات امروز دادگاه رو با این شروع کرد که چرا فکر کردن این دادگاه باید یک دوره دیگه هم داشته باشه، باید شهادت‌های جدید رو بشنون، از اهمیت و دلایل این مسئله گفت. و بعد آقای حمید صعبی اومدن و توضیح دادن که خب چه کسانی اومدن جلو خواستن شهادت بدن، چه اطلاعاتی رو براشون فرستادن و همینطور گفتن بنابر اطلاعاتی که گرفتن و شواهد جدید، تعداد بیشتری الان متهم هستن. گفتن که کیفرخواست برای همه اونها فرستاده شده از طریق سفارت و مطمئنن که به دستشون رسیده، اما هنوز هیچ واکنشی نشون ندادن. اگر خاطرت باشه سری اول هم همینطور بود، هیچ کدام از مسئولان قضایی و امنیتی ایران، کسانی که در رأس هستن، هیچ گونه واکنشی نشون ندادن و این دادگاه فقط توسط رسانه‌های خارج از کشور پوشش داده شد. اما در رابطه با شهادت‌های امروز، تا به اینجا 3 شهادتی که داده شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. شاهد شماره 1مون خانم طاهره باجروانی بودن، همسر علی فتوحی. ایشون صحبت‌های خودشون رو شروع کردن، از واقعه گفتن، از اینکه همسرشون مورد اصابت گلوله قرار گرفت، از اینکه در پل گزارش پلیس اومده بود که ایشون اغتشاشگر بوده، همونطور که در گزارش شبنم آذر هم دیدیم مسئولان امنیتی بارها و بارها شهروندانی که معترض بودن رو بهشون برچسب اغتشاشگر داده. اما ایشون میگفتش که کسانی که ما دیدیم تو خیابان‌ها 20 نفری بودن که صورت‌هاشون پوشیده شده بود، اونها کسانی بودن که جان و مال مردم رو داشتن به خطر می‌انداختن و در آخر همسر من بود که اسمش اغتشاشگر شد. از طرف دیگه گفتن که جنازه ایشون 3 روز نگه داشته شده بوده، اطلاعات نادرست به خانواده داده شده بوده و همینطور وقتی که رفتن جنازه رو تحویل بگیرن ازشون خواستن تعهد بدن و بعد از اون هم تحت فشارهای امنیتی بودن که با رسانه‌ها هیچ وقت صحبتی نکنن و اگر این اتفاق بیفته جنازه همسرشون رو از زیر خاک در میارن و مشکلات دیگری رو برای خانواده ایجاد میکنن. شاهد شماره 2 ما اسمش رو نمیدونیم، شاهد شماره 503 هست. این شاهد شهادتش بسیار اهمیت داره، از این رو که از استان خوزستان هستن، از نیزار جراحی میگن. اگر خاطرت باشه خب استان خوزستان یک جایی بود که بیشتر برخوردهای امنیتی رو دیدیم، تعداد کسانی که کشته شدن شاید تو گزارش ها اینطور نشون میده که بالاتر بوده. نیزار جراحی شوک آور بود، یعنی وقتی که ویدیوش از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر شد همه بهت زده شده بودن. خب مسئولان امنیتی و قضایی تا به امروز قبول نکردن که این اتفاق افتاده. حالا این شاهد امروز حضوری در دادگاه اومده، البته صورت خودش رو به خاطر مسائل امنیتی پوشونده بود، اما دقیقه به دقیقه از اون واقعه رو در دادگاه توصیف کرد و قضات از ایشون سوالهایی رو کردن. بنابراین خیلی‌ها فکر میکنن که شهادت ایشون تاثیر بسزایی داره برای اینکه این واقعه رو و گوشه‌هایی که پنهان بوده رو روشن بکنه. و نفر سوم خانم فاطمه دادوند هستن، شماره 437. خانم فاطمه دادوند هم شهادتشون مثل دیگر شاهدین مهم هستش، از این نظر که ایشون اولین زنی هستن که در مهابد متصویر شده، در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که بالای ماشین رفته بودن و مردم رو دعوت می‌کردن که بیان و در خیابان‌ها اعتراض کنن. بعد از اون ایشون دستگیر شدن، پابند داشتن تو زندان، حکمشون 4 سال زندان بود، اما تونستن که فرار بکنن و الان در یک کشور دیگه هستن و از طریق آنلاین امروز شهادت خودشون رو اعلام کردن. من با شاهدین در تهیه رو صحبت می‌کنم، با شاهد نیزا صحبت کردم که حتما در بخش‌های بعدی خبر گوشه‌هایی از این مصاحبه رو خواهید دید.